بدرقه کارگردان طعم گیلاس به سمت خانه دوست. آمده ایم او را همراهی کنیم تا رسیدن به خانه دوست. کارگردانی که در سال 1319 متولد شد و بیش از 40 فیلم سینمایی کوتاه و مستند به جای گذاشت. چیزهایی رو میدید که ما به سادگی از کنارش رد میشدیم یا توجهی بهش نداشتیم. چی میخواست بگه؟ خواست بگه دلاتون رو یکی کنید، گلایه نکنید. کیارستمی را بیشتر با فیلم‌های خانه دوست کجاست و طعم گیلاس می‌شناسند، فیلم‌هایی که سینمای جدیدی را به جهان ارائه داد. یکی از ایرانی‌ترین چهره‌های فرهنگی و هنری ماست که تونست با زبان ساده، با روایتی شاعرانه و عاشقانه، مردی که از لابلای فرهنگ و تمدن ایرانی و شعر و ادب فارسی واقعاً برآمد. با توجه به اینکه در سینمای جهان خیلی خیلی به ایشون توجه شد، اما عاشق وطنش بود، به فرزندان این وطن خیلی خدمت کرد، آموزه های سینمایی خودش رو در اختیار اهالی سینما در کشورمون گذاشت. عباس کیارستمی پس از گذراندن یک دوره بیماری بعد از ظهر دوشنبه گذشته در فرانسه دار فانی را وداع گفت. پیکر مرحوم عباس کیارستمی پس از بدرقه از سوی دوستدارانش در قبرستان لواسان آرام گرفت. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.